سلام مجدد، بار دومی که امروز در خدمتتون هستم. یک شنبه 20 مهر ماه 1399، 11 اکتبر 2020. یکی از ادعاهایی که جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب تا حالا مطرح کرده و اولین بار با عبارت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند توسط روح الله خمینی بیان شده اینه که آمریکا تمام تلاشش رو میکنه ولی هیچ اثر مهمی بر سیاست‌های جمهوری اسلامی و رفتار جمهوری اسلامی و کرنش‌های جمهوری اسلامی یا رجزخوانی‌های جمهوری اسلامی نداره بر ادعای خودش. اما وقتی نگاه میکنه تمام سیاست‌هاشون هم متأثر از سیاست‌های آمریکاست و هم واکنش به سیاست‌های آمریکا. شرایط اقتصادیشون که بیشک تحت تأثیر سیاست‌های آمریکاست، در واکنش‌هاشون هم می‌بینید که مرتب یه خط درمیون باید اسم آمریکا رو بیارن. خب این از حکومت جمهوری اسلامی موضوع خیلی بعید نیست، برای اینکه جمهوری اسلامی اصلا دشمن محور، رقیب محور، در اداره کشور هم به جای که برنامه محور باشه جناح‌های سیاسیش رقیب محورن، در کلیت نظام هم دشمن محور، یعنی همه کاراشون تنظیم میشه با اینکه دشمن فرضی یا واقعی چی کار میکنه، اسرائیل چی کار میکنه، حالا تازگی هم که دشمناشون زیاد شده دیگه، امارات و بحرین و یمن هم به خیلی دشمناشون پیوستن. خب از جمهوری اسلامی بعید نیست برای اینکه نیاز دارن به دشمن، برای اینکه کماکان یک سری از افراد ساده لوح رو قانع بکنن که جمهوری اسلامی یک پدیده ویژه‌ایه که آمریکا و قدرت‌های دیگه در برابرش ایستادن و بعضی از اقداماتی که جمهوری اسلامی انجام میده واکنش به اوناست و اجتناب ناپذیره. اما امروز دیدم که احمد زیدآبادی که من مخفی نمی‌کنم، ما اینکه بعضی از دوستان خوششون نمیاد ولی من علاقم به احمد زیدآبادی رو مخفی نمی‌کنم، اگرچه اختلاف نظر زیادی باشم و این اظهار نظر اخیرش کاملا من رو در حیرت فرو برد. حالا در مورد موضوع آمریکا صحبت کرده و گفته که دو تا سوال مطرح کرده، یکی از جمهوری اسلامی و یکی از منتقدان و حتی براندازان جمهوری اسلامی، به قول خودش براندازان. در مورد جمهوری اسلامی گفته که جمهوری اسلامی اگر به این نتیجه برسه که مذاکره با آمریکا مشکلش حل میکنه، آیا حاضر مذاکره بکنه؟ بعد گفته که غالبا نه، با توجه به بعضی از اصولی که برای خودشون تعریف کردن و آمریکا رو دشمن میدونن نمیتونن با آمریکا کنار بیان. از اونور اومده گفته خب بر اساس تفسیر و تعویل و فتوای آقای خمینی برای حفظ نظام حتی نماز رو میشه تعطیل کرد. بله، آقای خمینی گفته برای حفظ نظام نماز میشه تعطیل کرد، برای حفظ نظام دروغ هم میشه گفت، بهتان هم میشه زد، مشروب هم میشه خورد و بالاتر از همه نماز رو هم میشه تعطیل کرد. حالا زیدآبادی میگه که حکومتی که بر اساس نظر بنیانگذارش برای حفظش نماز رو میشه تعطیل کرد، چرا نمیشه اصل دشمنی با آمریکا رو کنار گذاشت؟ این سوالش از حکومت. بعد از اون سوال که از براندازا، سوالش از براندازا اینه که اگر به فرض جمهوری اسلامی وارد با آمریکا وارد مذاکره اگر به فرض جمهوری اسلامی با آمریکا وارد مذاکره شود و با آن به توافق برسد، فردای آن روز از این اپوزیسیون چه چیز مشخصی باقی میماند؟ خب ببینید، من اگر غیر از زیدآبادی کسی این حرفو زده بود میگفتم بر اساس یک روال عادی هر کس میخواد یک انتقادی از حتی انتقاد نرم از جمهوری اسلامی بکنه باید یه فوش به اپوزیسیون بده برای اینکه برای خودش حاشیه امنیتی درست کنه و بعد مثلا انتقادش رو مطرح بکنه، یا اگر میخواد اعتراضی کنه باید چند تا فوش آبدار به اپوزیسیون بده که دل آقا خوش بشه، جمهوری اسلامی مثلا دل خوش بشه و بعد اونی که انتقاد از جمهوری اسلامی بکنه، کما اینکه بسیار از افراد دیگه هم کار میکنن وقتی میان در تلویزیون های خارج از کشور حسابی علیه براندازان صحبت میکنن، علیه رضا پهلوی صحبت میکنن، علیه نمیدونم مجاهدین خلق صحبت میکنن، علیه هر کسی که به هر حال با میزان محبوبیت و مقبولیت متفاوت در برابر جمهوری اسلامی ایستادن، اینها یه فوش به اون میدن که بعد بتونن یک انتقاد ملایمی از جمهوری اسلامی بکنن. اگر واقعا کسی غیر از زیدآبادی این حرفو میزد میگفتم اینم در همون راست است. زیدآبادی این سوال بی ربط رو از اپوزیسیون پرسیده برای اینکه بتونه اون سوال اصلی و درست خودش رو از جمهوری اسلامی بپرسه که شما چرا حاضر نیستید با آمریکا مذاکره کنید. اما زیدآبادی رو نمیپذیرم که از ترس یا از سر به دست آوردن دل جمهوری اسلامی حرف زده. این نشون دهنده یک کج فهمی. ببینید، من در ویدئوی قبلی که در مورد زیدآبادی صحبت کردم متهمش کردم به کج سلیقگی و الان متهمش کردم به کج فهمی، چون نمیخوام متهمش کنم برای اینکه در سازش با جمهوری اسلامی و در راستای به دست آوردن دل جمهوری اسلامی برای ایجاد حاشیه امنیتی برای خودش حرف زده. پس من میذارم بد فهمی. فرض زیدآبادی اینه که براندازان تکشون با آمریکاست و اگر جمهوری اسلامی با آمریکا تفاهم برسه و مشکل حل شه براندازا حرفی ندارن بزنن. نه خیر، آقای زیدآبادی اینطوری نیست. ببینید، یک سری افراد هستن که اتفاقا همشون افتادن تو دامن جمهوری اسلامی، از چپ عقیدتی گرفته تا چپ سیاسی، از چریک فدایی خلق و سایر کسانی که سالها با جمهوری اسلامی حتی مبارزه مسلحانه کردن تا بعض از چپهای سیاسی، گروههای مثلا اصلاح طلب، اونها یه سریشون اعتیاد دارن به فوش با آمریکا مثل چپهای عقیدتی. اونها اصلا واقعا از کودکی آمپول فوش با آمریکا به برنامه‌شون تزریق شده و اعتیاد پیدا کردن. اونها رو کارشون نمیشه کرد.
گناهی هم ندارن، چون از سر اعتیاد حرف میزنن. تا زمانی که این اعتیاد درمان نشه باید مدارا کرد با شما، تعاملش کرد. اونا رو به عنوان بیمار من بهشون نگاه میکنم و فکر میکنم که در اثر اون اعتیاد این حرفو میزنن، حالا در نشئگی و خماری این حرف. این مهم نیست. یه سری از چپ های سیاسی و اصلاح طلبان اگر بخوان وارد مذاکره با آمریکا بشن، بلافاصله بسیاریشون اون جنایتی کردن و اون کار کثیفی کردن که باعث درد سر شدن اشغال سفارت آمریکا زیر سوال، موسوی خوینی هاشون زیر سوال میره و افراد دیگه شون، اونها هم ناچارن یک کما که عباس عبدی اخیرا هم باز مصاحبه کرد یه جوری از اون عمل کرد دفاع کرد، اونها هم ناچارن برای اینکه هم یک نوعی هماهنگی خودشون با جمهوری اسلامی رو نشون بدن از این جهت، و هم اونها هم اعتیاد سیاسی پیدا کردن و زمینه‌شون و بک‌گراندشون طوریه که اگر بخوان با آمریکا درگیر بشن بلافاصله زیر سوال میدن که چرا این کار کردید. در حالی که این نیست، هر کسی میتونه بگه اشتباه کردم، یا نه بگه بله من خیلی علنی بیاد دفاع کنه بگه من معتقدم اون روز کار درستی کردم اما امروز باید با آمریکا مصالحه کرد. اما اینها چون نه شجاعت معذرت‌خواهی از قبل رو دارن و نه حاضرن در این زمینه با خامنه‌ای و جمهوری اسلامی وارد جنگ بشن، کماکان علیه آمریکا صحبت میکنن. اما آقای زیدآبادی، اپوزیسیون الزامی نیست، اپوزیسیون واقعی نه تنها تکیه به ترامپ و آمریکا نداره، بلکه بیش از شما و بیش از جمهوری اسلامی از ترامپ میترسه. من خودم به شخصه بارها گفتم، خوشبختانه این ویدیو هست، قابل انکار نیست، نوشته من هست، بارها گفتم آمریکا، اروپا، بسیار از کشورهای و بسیار از گروهایی که ادعای مبارزه با جمهوری اسلامی دارن، نانشون درموندن جمهوری اسلامی. آمریکا از هیچ حکومتی در ایران بیش از جمهوری اسلامی نمیتونه باج بگیره. آلمان و ایتالیا و انگلیس از هیچ حکومتی در جمهوری اسلامی در ایران به اندازه جمهوری اسلامی توسری خور ضعیف شده ناکارآمد نمیتونه باج بگیره. اگر فردا یک حکومت مردمی قوی و کارآمد در ایران سر کار بیاد، چه ضرورتی داره به آمریکا باج بده؟ چه ضرورتی داره به انگلیس باج بده؟ چه ضرورتی داره که آویزان حتی چین و روسیه بشه؟ پس چین، روسیه، آمریکا، انگلیس، بسیار از گروه‌های خارج از کشور، بسیاری از فعالان رسانه‌ای که امروز در رسانه‌های فارسی زبان مستقرن، اگر فردا جمهوری اسلامی به یک هر کدوم از دو حالت سرنگون بشه کامل یا تقویت بشه، اونها از نون خوردن میافتن. به همین جهت برخلاف نظر آقای زیدآبادی، اتفاقا اونی که با آمریکا ممکن تفاهم کنه ماها نیستیم. من به شخصه و بسیار از کسانی که میشناسم نه تنها دلخوش و متکی به ترامپ و آمریکا به طور کل، نه آمریکای ترامپ، نه آمریکای اوباما، نه آمریکای بایدن، نه آمریکای بوش، به اینا متکی نیستن، چون میدونن نهایتاً اگر جمهوری اسلامی بیش از این باج بده اونا باش کنار میان، و اگر باج هم نده در همین حد هم بمونه، آمریکا و اروپا ایران رو به همین وضعیت بیشتر میپسندن. برای اینکه در این شرایطی که ایران نمیتونه سرمایه گذاری کنه، نمیتونه رقابت اقتصادی بکنه، نمیتونه رقابت سیاسی بکنه، به همین جهت نه ترامپ دنبال سرنگونی جمهوری اسلامیه، نه بایدن، نه اوباما، نه کارتر، نه بوش، نه غیره، نه جانسون انگلیس، نه مرکل آلمان، نه روسیه، نه چین، نه بسیار از گروه‌های سیاسی و نه بسیار از فعالان رسانه‌ای. این که آقای زیدآبادی متهم می‌کنه، در واقع حرفش اینه که تمام پشتوانه اپوزیسیون برانداز متکی به آمریکاست. نخیر، اون که دنبال براندازی واقعیه اتفاقا از آمریکا هم خیلی میترسه، برای اینکه هر لحظه ممکنه آمریکا در تفاهم با جمهوری اسلامی براندازان رو هم بفروشه به خیال خودش، اگرچه فروشی نیستن. اونی که فروشی اتفاقا اصلاح طلبا هستن، جمهوری اسلامیه، و بسیار از کسانی که در اینجا و سایر کشورها برای جمهوری اسلامی کار میکنن، یا با مواجب یا بی مواجب. من به شدت محکوم میکنم این حرف آقای زیدآبادی رو. این همزبانی غیر منصفانه و غیر اخلاقی با جمهوری اسلامی که شما بیایید یه جوری حرف بزنید که تمام برنامه اپوزیسیون برانداز بر محور آمریکا متمرکز شده، هیچ برانداز واقعی دلش رو با آمریکا خوش نکرده و خوش نخواهد کرد، و این رو خودتون هم به خوبی میدونید. به هر حال من اگر واقعا آقای زیدآبادی سوال کردن بهشون اطمینان میدم براندازان واقعی به هیچ وجه نه روی آمریکا حساب میکنند نه روی کسی دیگه، بر ضعف و فساد و کفایتی و تباهی جمهوری اسلامی حساب میکنند. حتی در غیاب هر نوع فعالیتی جمهوری اسلامی قطعا سرنگون خواهد شد، چه آمریکا، حتی اگر ترامپ یا بایدن با آمریکا مذاکره کنه. من این اطمینان رو به آقای زیدآبادی میدم، اگر ایشون تردید دارن تردیدشون برطرف بشه. اما این سوال بسیار اهانت‌آمیز ایشون رو نمیشه ازش گذشت. این همراهی با جمهوری اسلامیه که دارن القا میکنن که براندازان متکی هستن به آمریکا. نه خیر، جمهوری اسلامی متکی به براندازانه، اصلاح طلبان متکی به آمریکا هستن که اگر آمریکا نبود نونشون تو روغن نمیافتاد. اول انقلاب با اشغال سفارت آمریکا، بعد از اون هم در ظاهر مخالفت با سیاست‌های ضد آمریکایی جمهوری اسلامی، اما در عمل
به نوعی همراهی با جمهوری اسلامی، کمان که میگم همون اصلاح طلبانی هم که ظاهرا با سیاست‌های جنگ در واقع ستیزگرانه جمهوری اسلامی با آمریکا مخالفن، تهش نشون میدن که با آمریکا مخالفن. حالا میگن با آمریکا مخالف نیستیم، با ترامپ مخالفیم. با آمریکا مخالف نیستیم، با سیاست جنگ طلبانه ترامپ مخالفیم. سیاست آمریکا هیچ فرقی نکرد از ابتدای انقلاب تا حالا، سیاست آمریکا همین بوده. چه روزی که دانشجویان خط امام به رهبری سید محمد موسوی خوئینی سفارت آمریکا را اشغال کردند، چه روزی که اوباما 150 میلیارد دلار پول در اختیار جمهوری اسلامی گذاشت علیه ملت ایران، چه امروز که ترامپ بانک‌های ایران تحریم می‌کنه. سیاست آمریکا یکیه. حالا ممکن در روش‌های اجرای تغییر ایجاد بشه. جمهوری اسلامی قطعاً بیش از براندازانش به آمریکا متکی، برای اینکه میدونه آمریکا به دنبال براندازیش نیست، میدونه آمریکا فقط میخواد امتیاز بگیره و این امتیاز رو جمهوری اسلامی داره میده به قیمت گرسنگی ملت ایران، به قیمت عقب افتادن ایران. نهایتاً جمهوری اسلامی همونطوری که به چین، به روسیه، به بسیار از کشورهای منطقه، به ترکیه باج میده، حتماً به آمریکا هم باج خواهد داد. متا اون روش در واقع ادعاهای ضد آمریکایی که خامنه‌ای مطرح کرده اقتضا میکنه کار رو به مرحله برسونن که بعد به قول خودش بیاد بگه ما برای رفع مزاحمت‌های دشمن ناچار به مذاکره شدیم. یعنی یک نوع مظلوم نمایی بکنه در این وسط، در این دوره تحریم‌ها عواملشون حسابی لفت و لیست بکنن، به بهانه دور زدن تحریم‌ها پول‌های کلان به جیب بزنن، اقتصاد کشور رو کاملا در قبضه سپاه در بیارن، در قبضه ستاد اجرایی در بیارن، مردم رو به فلاکتی بندازن که اگر فردا یک گشایشی شد مردم خوشحال بشن. اون کسی که در واقع با آمریکا متکیه آقای زید آبادی، جمهوری اسلامی و بعضی از چپگرایان سیاسی و عقیدتی، چپگرایان عقیدتی که اعتیاد مبارزه با آمریکا دارن، اعتیاد نه مبارزه با آمریکا، اعتیاد فوش با آمریکا دارن و خودشون یا در آمریکا زندگی میکنن یا در پدرخوانده آمریکا انگلیس، هیچ کدومشون هم حاضر نیستن برن در چین و روسیه زندگی بکنن. همین آقای ظریف که میگه من افتخار میکنم به قرارداد با چین چون چین در آینده اقتصاد اول دنیا خواهد شد، حاضر نیست یک روز نکبت زادهشو بفرسته چین زندگی کنه به جای آمریکا. آقای علی لاریجانی حاضر نیست دخترش از آمریکا بفرسته بره تو روسیه زندگی کنه. خانم ابتکار حاضر نیست دخترش پسرش از آمریکا بفرسته بره در انگلیس، حتی در انگلیس زندگی کنه، چه برسه به چین و روسیه. اینها شعارهاشون در واقع یک نوع میبینید تمام کسانی که حالا یا امروز شعار ضد آمریکا میدن یا دیروز شعار ضد آمریکا میدن یا اعتیاد تمام عمرشون اعتیاد دارن به فوش با آمریکا بدون اینکه مبارزه واقعی بکنن، هیچ کدومشون حاضر نیستن آمریکا و انگلیس رو ول کنن برن در کشورهایی که ازش دفاع میکنن، چه به لحاظ عقیدتی چه به لحاظ تاریخی، در اونها زندگی کنن. امیدوارم آقای زید آبادی این سوال اهانت آمیزشون رو پس بگیرن یا جبران کنن یا توضیح بدن، چون من هنوز برای آقای زید آبادی احترام قائلم و نمیخوام ایشون رو در کنار تاجزاده ها و نمیدونم خاتمی ها و اصلاح طلبان مستقر در صدا آمریکا و بی بی سی اون قرار بدم. من زید آبادی یک آدم شریفی میدونم که عقیدهشو میگه حتی اگر با عقیده ما مخالف باشه، اما این طور توهین یک جا به براندازان و اینکه تمام سرمایه براندازان رو اتکا به آمریکا معرفی کنن، این خواسته جمهوری اسلامیه که قطعاً آقای زید آبادی مطمئنم راضی نیست. اگر سکوت کنه و جواب نده مشخصه که با کمال تأسف باید بگم که تصمیم گرفته به هر دلیلی، حالا یا به دلیل وحشت از براندازان یا به دلیل دیگه، تصمیم گرفته که جمهوری اسلامی رو ترجیح بده به براندازان و مخالفان جمهوری اسلامی. موفق باشید.